سلام 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 برنامه کتاب باز شروع شد در بخش اول برنامه امشب آقای یاسین حجازی برای ما تاریخ بیهقی میخوانند و در بخش دوم مشتبا شکوری عزیز یه زندگی به بعد رو برامون توضیح میدن آقای یاسین حجازی سلام سلام آقای حسین ارادتمندم جناب اجازی خیلی خوشحالم که برنامه شما که به حقی رو برای ما خوندید اینقدر مورد توجه و اقبال بیننده ها قرار گرفته واقعا وقتی پیغام ها رو میخوندیم همه خیلی خیلی لذت برده بودن منم ذوق میکنم حقیقتا کسی رو که آدم دوستش داره وقتی میبینه که دیگران هم دوستش دارند گاه ممکنه حسادتش برانگیخته بشه اما در مورد کلمات اینطور نیست وقتی میبینی که تو از خوندن جملاتی کیف میکنی و دیگران هم میگن آره واقعا کیف داره خب این سرشار از خوشحالی میکنه آدم بسیار ممنونم امروز به کدوم بخش از حقی رو برای ما میخونیم؟ ارز به حضور با سعادت شما که من مدت ها پیش یه دیدم زمامدار کشوری نیمه برهنه شلوارک به پا داشت و سرش رو روی زمین گذاشته بود پاهاش هوا و میچرخید و میچرخید و میچرخید و همه او رو تحسین میکردند از بابت قدرت جسمانی او که میتونه چنین کاری بکنه تصورش حتی برای من باعث احساس دردی جدی تو نخواهم میشه ویدیوی دیگری مدت ها قبل دیدم زمامدار دیگری بود و او هم نیمه برهنه شلوارک به پا در شب بسیار سرد کره شمالی در شب کریسمس اگه اشتباه نکنم داشت میرفت که آداب قسلی رو به جا بیاره که گویا از قسلهای مسیحی بود و حوز چه حوز چه سرد هوا هوای سرد و نه در فضای یک کاخ و نه در فضای مسقف بلکه در دل طبیعت پای کوه او رفت از دل این حوزچه سرد بیرون اومد و انگار نه انگار من امروز میخوام ویدیو سومی به شما نشون بدم و واقعا میخوام کلماتم هم همین باشه ویدئوی سومی به شما نشون بدم توی جلسات گذشته از کسی گفتیم با هم دیگه به نام مسعود که پدری داشت محمود توی ویدیوی من زمامداری که اینک میبینید همون مسعود غزنوی است. فقط کسانی به من گفتند تو که میخونی به ما بگو که شماره صفحه کتابی که میخونی چیه تا بسا ما هم خط ببریم به هر حال تو خونمون داریم و این اشتیاق اشتیاقی است که دلمون میخواد بهش تن بدیم و دل بدیم قبلا هم گفتم که نسخه های تاریخ بیهقی که در دست ما هست واقعا در دسترس ما یکی نسخه ای است که مرحوم فیاض تصحیح کرده و دیگری نسخه ای که دکتر جعفر یاحقی و مهدی سیدی تصحیح کردند پیشتر تاریخ بیهقی در ادبیات فارسی سه تا تصحیح دیگه هم داشته یکی مال 1826 میلادی در چاپ در کلکته چاپ شده دیگری مال 1302 خورشیدی ادیب پیشاوری تصحیح کرده و دیگری از 1319 تا 1323 اگر اشتباه نکنم آقای صحت قشنگ این عددها رو حفظ کردم یعنی کسانی که به من الان ما رو دارن تماشا میکنن شاید گمان بکنن که عجب آدمی مثلا با اشراف نسبت به تاریخ بیهقی ولی نه من این رو حفظ کردم خیلی اینا پز دادنی نیست به حال تصحیح سوم 1319 تا 1323 اگر اشتباه نکنم و مال مرحوم سعید نفیسی این سه دیگه در دسترس ما نیست مثلا چاپ ادیب پیشاوری چاپ سنگی است آنچه در دسترس ما هست چاپ مرحوم فیاض بزرگی به اسم خلیل خطیب رهبر در یک مجموعه سجلدی بر تصحیح مرحوم فیاز حاشیه زده دکتر خلیل خطیب رهبر مصحح نیست شارهی است و گرهگشایی که دشواری های تاریخ بیهقی رو گشوده و واقعا سه جلد خجسته است و دیگه هم این دو جلد انتشارات سخنه که همین چاپ اخیره تاریخ بیهقی است که هر دو جلد با همین قطر و قوامز تاریخی، لغوی و جغرافیایی تاریخ بیهقی رو گشوده و تصحیح منقهی است. من خوش دارم که از روی نسخه‌ای که نشر مرکز چاپ کرده الان ویدیوی سوم رو نشون شما بدم. شما میشنوی من میخونم این اصری بازخانی آره 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 دقیقا همون که آقای مدرس چون... صادقی بله. بله بله چون جلدش دیگه خیلی مستعمل و نیمدار شده بود به قول بیحقی من خودم حالا چیزی دورش کشیدم که کتاب حفظ بمونه من میخونم اما شما میبینید و از خاج عبدالقفار شنودم گفت هم به آن روزگار جوانی و کودکی خیشتن را ریاضت ها کردی چون زور آزمودن و سنگ گران برداشتن و کشتی گرفتن و آنچه به این ماند. وصف زمامدار قرن پنجم تاریخ است کسی به نام مسعود و از خاج عبدالغفار شنودم گفت هم به آن روزگار کودکی و جوانی خیشتن را ریاضت ها کردی چون آزمودن و سنگ گران برداشتن و کشتی گرفتن و آنچه به این ماند و او فرموده بود تا آوارها ساخته بودند از بحر حواسل گرفتن و دیگر مرقان را امروز هم ما از لغت آوار برداری استفاده میکنیم خاکریز سنگر خب وقتی تو این جمله میاد اینطور به ذهن میرسه که کمینگاهی که شباهت به خاکریز امروزی داره خب حواسل هم که جمع نامی مرغ است جمع حوصله است و حوصله خب معنی چیندان هم میده مرغ بسیار خار بزرگ چینه رو بزرگ حوصله رو چند تا دور هم دیگه جمع باشن میگن حواس به حال پرنده میگرفته و چند بار دیدم که برنشست روزهای سخت صعب سرد و برف نیک قوی و آنجا رفت و شکار کرد و پیاده شد آنجا یعنی همون آوارها کمینگاه چنان که تا میان دو نماز چندان رنج دید که جز سنگ خاره به مثل آن طاقت ندارد و پای در موزه کردی برهنه در چنان سرما و شدت و گفتی بر چنین چیزها خوی باید کرد تا اگر وقتی شدتی و کاری سخت پیدا آید مردم عاجز نماند موزه کفش پای افزار و همچنین به شکار شیر رفتی تا خین و اسفزار و ادرسکن و از آن بیشه ها به فراه و زیرکان و سربر همه اینا اسم مکانه و اتفاقا مثلا آنچه که در تصحیح مرحوم فیازه لزوماً با آنچه که در تصحیح انتشارات سخن هست نمیخونه به هر حال اسم ابدا مهم نیست مهم این است که اونهایی که افغانستانی هستند میدونند این مناطق چه مناطق سرد است جاهایی هست نزدیک هرات به شکار شیر رفتی چون بر آنجا بگذشتی به بست و به قزمین آمدی باز دو اسم مکان دیگه و پیش شیر تنها رفتی و نگذاشتی که کسی از غلامان و حاشیت او را یاری دادندی و او از آن چنین کردی که چندان زور و قوت دل داشت که اگر سلاح بر شیر زدی و کارگر نیامدی به مردی و مکابره شیر را بگرفتی و پس به زودی بکشتی مکابره از کبر میاد من کبر ببرزم شما هم دور از شعنتون بورزید ما دعوامون میشه نبرد میکنیم منازعه میکنیم و با آن روزگار که به ملتان میرفت یه اسم مکانه دیگه و با آن روزگار که به ملتان میرفت تا آنجا مقام کند که پدرش از وی بیازرده بود از صورتها که بکرده بودند و آن قصه دراز است در حدود کیکانان پیش شیر شد و تب چهارم می داشت طب داشت طب نوبه و عادت چنان داشت که چون شیر پیش آمدی خشتی کوتاه دسته قوی به دست گرفتی و نیزهی ستبر کوتاه تا اگر خشت بیانداختی و کاری نیامدی آن نیزه بگذاردی به زودی و شیر را بر جای بداشتی آن به زور و قوت خیش کردی تا شیر می پیچیدی بر نیزه تا آنگاه که سوس شدی و بیافتادی گیرم که ما ندونیم خشت یک جور نیزه کوچک میفهمیم که خش چیزی پرتاب کردنیه که اصلا گیرم معنیش ابدا کلوخی که ما امروز استفاده میکنیم نباشه مهم تصویر شیری است که بر اون نیزه میپیچه و میپیچه و سست میشه و میفته و بودی که شیر ستیزه کارتر بودی غلامان را فرمودی تا در آمدندی و به شمشیر و ناچخ پاره پاره کردندی این روز چنان افتاد که خشت بیانداخت شیر خیشتن را در دزدید تا خشت با وی نیامد و زبر سرش بگذشت امیر نیزه بگذارد و بر سینه وی زد زخمی استوار اما امیر از آن ضعیفی چنان که بایست او را بر جای نتوانست داشت و شیر سخت بزرگ و سبک و قوی بود چنان که به نیزه درآمد و قوت کرد تا نیزه بشکست آهنگ امیر کرد پادشاه بادل و جگردار به دو دست بر سر و روی شیر زد چنان که شیر را کمر بشکسته گشت و بیافتاد و امیر او را فرو دفشورد و غلامان را آواز داد غلامی که او را قماش گفتندی و شمشیردار بود و در دیوان او را جاندار گفتندی درآمد و بر شیر زخمی استوار کرد چنان که با آن تمام شد و بیفتاد همه حاضران به تعجب بماندند و مقرر شد که آنچه در کتاب نبشته اند از حدیث بهرام گور راست بود گیرم که ابدا ندونیم ناچخ یعنی تبرزین گیرم که جناب صحت اصلا متوجه ماجرا نشیم که جاندار اون جانش یعنی سلاح ما که میفهمیم این غلام کارش چیه سلاح هم نداشته باشه انگاری که نگاهبان جان پادشاه است و اینجا یه نکته بود من بقیهش رو میخونم به اون نکته میرسیم یادمون نره که این ویدیوی سومه و پس از آن امیر چنان کلان شد بزرگندا که همه شکار بر پشت پیل کردی و دیدم وقتی در حدود هندوستان که از پشت پیل شکار می کردی و روی پیل را از آهن بپوشیده بودند چنان که رسم است شیری سخت بزرگ از بیشه بیرون آمد و روی به پیل نهاد امیر خشتی بیانداخت و بر سینه شیر زد چنان که جراحتی قوی بکرد شیر از درد و خشم یک جست کرد چنان که به قفای پیل آمد و پیل می تپید بیقرار مسترب بود پیل امیر به زانو درآمد و یک شمشیر زد چنان که هر دو دست شیر قلم کرد شیر به زانو افتاد و جان بداد و همگان که حاضر بودند اقرار کردند که در عمر خیش از کسی این یاد ندارند ما مسعود بزرگاندا، مسعود فربه مسعود کلان رو پشت اون فیل داریم میبینیم که چه بسا از اون اتاقه که خودش بیرون میاد آه. شمشیر میزنه دست شیر رو قلم میکنه شیر میافته. و پیش از آن که بر تخت ملک نشسته بود روزی سیر کرد و قصد حرات داشت هشت شیر در یک روز بکشت و یکی را به کمند بگرفت و چون به خیمه فرود آمد من که عبدالقفارم یادتونه دیگه اول ماجرا از خاج عبدالقفار شنودم و من که عبدالقفارم ایستاده بودم حدیث آن شیران خواست و هرکس ستایشی میگفت خاج بوسهل زوزنی دوات و کاغذ خواست و بیتی چند شعر گفت به قایت نیکو چنان که او گفتی که یگانه ی روزگار بود در ادب و لغت و شعر و آن ابیات امیر را سخت خوش آمد و همگان بپسندیدند و نسخت کردند و من نیز کردم اما از دست من بشده است و بعد حقی چند شعرش رو میاره میگه بیتی چند که مرا یاد بود در این وقت نبشتم هر چند که بر ولا نیست یعنی ترتیبشو من زمانت نمی کنم که درست باشه چهار بیت میاره و بعد میگه و این مهتر راست گفته بود یعنی شاعر که از این پادشاه رضی الله عنه این همه بود و زیادت و شعر در اون نیکو آمدی و حاجت نیامدی که بدان که گفته اند احسن و شعر اکزب دروغی بایستی احسن و شعره اکزبوه. یعنی زیباترین شعر شعری است که دروغ بسیار توش باشه این نکته رو با سنجا قفلی ذهنتون وصل کنید به اون جایی که امیر وقتی از شیرها در میماند غلامانش رو صدا می کرد. یعنی ما در کلوزاب مسعود پادشاه رو داریم با شیر میجنگه اما همیشه در لانگشات کسانی مراقبه اویند کما اینکه من تیم پزشکی حاضق اون دوتا زمامدار رو ندیده میتونم ببینم پشت صحنه اون دوتا ویدیو و این همون مسعوده که ما در دیروزی که با هم جلسه داشتیم در زیافت پیشین دیدیم عجب آدم مکاری است تهش من میخوام بگم تو اگر قرار از زمامدار خوبی باشی چرا باید هشت شیر بکشی چرا باید پیلها بتپند چرا چرا باید برهنه بشی در سرمایه سخت و یک آین احتمالا دینی رو من مطمئن نیستم نیمه برهنه به جا بیاری در حوزچهی سرشار از آب سرد من احساس می کنم که ویدیویی که بیحقی به من میده حتی از اون دو ویدیو عمیقتر و ژرفتر منو تکون میده. من وقتی دستم رو فشار میدم انگشتم رو برمیدارم اول سفیده ولی بعد خون برمیگرده. این سفیدی تاریخه من با اون ده قرن فاصله دارم. دقیقا وقتی داستان به فرجام میرسه چرا باید بگم داستان که کسانی گمان بکنند این برساخته ذهن یک نویسنده است روایت چیزی که شنیده است از خاج عبدالغفار نامی وقتی تمام میشه از دل سفیدی خون میزنه بیرون همین بی نظیر بود خواهش میکنم بی حقی بی نظیره بیحقی حقی بی و نحوه خانش و قرائت شما هم بی و توضیحاتی که دادینم بی نظیره خواهش میکنم من فکر میکنم تا ابد این ویدیو سوم یادم بمونه و از این به بعد خیلی از ویدیوهای دیگری رو که ببینم یاد این ویدیو سوم به من اطراف اون رو نشون بده شما آدم سینما هستید گاه ما باید این لانشات ها رو خودمون بسازیم تا آدم های نشسته در کلوزاپ رو بشناسیم خیلی متشکرم من خواهش کنم برنامه بعد یک سوالی من دارم بهم جواب بدید چون الان وقتمون کوتاهه و اون اینکه آیا تاریخ بیهقی در زمان خودش شناخته شد ارزشش یا نه و ارزش ادبی تاریخ بیهقی از کی شناخته شد یعنی تا کی فقط ارزش تاریخی و تاریخ نگاری داشت و کی ارزش ادبی جلو زد از ارزش تاریخیش در حد سواد اما صحت اختیار دارین خیلی خیلی متشکرم بسیار ممنونم ام. مشتبه سلام سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و مردم عزیز ایران ارادتمند ما امشب ساختارمون رو یک کمی تغییر دادیم بله. یعنی ابتدای برنامه همینجا یاسین حجازی عزیز برای ما تاریخ بیهقی خوند که بین درجه بود. یکن من بله. توصیه میکنم از دست ندن خیلی یاسین داره کار مهم می بله بله و چقدر ترغیب میکنه ما رو به خوندن تاریخ بیهقی این متن بسیار مهم ادب فارسی و حالا در خدمت شما این با چه موضوعی امروز کتابی آوردم که هم بحثمون رو تا اینجا چه هم بندی کنه هم به نظرم کتاب خیلی خوبیه اسم کتاب اینه 21 کار مهم بعد از سی سالگی خب ولی این بعد از سی سالگیش عنوان کتابه اما من فکر کنم میشه اینجوری عنوان این قسمت رو نامگذاری کنیم 21 کار مهم در میانه زندگی که توضیح میدم این تعریفش چیه و و نویسنده و بله آخ یادم نویسنده رفت بله. نویسندهش آقای دکتر جیمز هالیسه که ازش تو گذشتم کتاب های دیگه مثل مرداب روح معرفی کردیم ترجمه خانوم مرزیه مروتی و بنیاد فرهنگ زندگی کتاب رو چاپ کرده بسیار خواهش میکنم من اول جیب به فرم کتابی توضیح بدم جیمز هالیس من هر کتابی که ازش خوندم و اینطوری مینویسه که چهار پنج تا مفهوم کلیدی که براش مهمه رو مشخص میکنه و مثل یه هارمونی اینا رو با یه ریتمی هی تکرار میکنه یعنی سبک نگارششه برای اینکه بشینه به جان و دل و ذهن مخاطبی که میخونه در واقع مثل یه موسیقی که هی ریتمی یه دینگی هی داره جاهای مختلف تکرار میشه این هم همینطوره عنوانش 21 کار مهمه و 21 کی در واقع فصل داره کتاب ولی در مجموع 5 تا مفهوم کلیدی داره که اینا رو با عناوین مختلف هی hey, داره تکرار میکنه برای اینکه هی hey, واقع... چرا در میان در میانه زندگی باید ببینید موضوع اینه که ما در واقع زندگی اون دو نیمه داره یکی صبح زندگیه یکی هم بعد از ظهر زندگیه و اینا با هم حال و هواش فرق میکنه یعنی صبح زندگی اون نیمه اول زندگی نیمه به دست آوردنه مثلا دست خیلی آدم رو تو نیمه اول خوشحال میکنه یه مدل دیگه است احساس تنهایی خیلی کمتره اما انگار ما وارد نیمه دوم یا بعد از ظهر زندگی که میشیم احساس تنهایی بخش همیشگی از ماست اگه یه چیزی رو به دست میاریم برای مدت کمتری در واقع میتونیم خوشحال باشیم ما انگار نیمه از دست دادن نیمه دوم میدونید و حال و هواش اتمسفرش کاملا فرق میکنه حمید مراوندی عزیز موجی طرح ما قبل از اینکه شروع کنیم یه گزارشی در مورد مخاطبان کتاب باز داد که صفحه برنامه رو دنبال میکنن که نزدیک 80 درصدشون میشه گفت در نیمه دوم زندگی یک روز صرف بستن دل شد به این و آن روز دگر به کندن دل زین و آن گذاشت عالی عالی دقیقا همینطور یعنی انگار دو نیمه دار همینطور که گفتین ببینید با سی عدد دقیقی نیست ما بگیم ما از سی سالگی میریم نیمه دوم من تجربه حالا شاید اشتباه میکنم تجربه من اینه که بعد از مثلا دوره کارشناسی 22 -3 سالگی مدل حسی آدما شاکله حسی رفتاریشون تغییر میکنه یعنی میتونیم عملا این سن رو تا 25 یا 24 سالگی بیاریم پایین این هم یه در واقع توضیحی راجع به این موضوع و بدون وقفه طولانی بریم سراغ این 21 و نگران نباشید که 21 خیلی زیاده نه عملا بعضی ها رو فقط اناوینش رو میخونیم چون توضیحش رو دادیم آه. یه نکته دیگه هم قبل شروع بگم که یه جورایی این کتاب کمک میکنه ما بحثامون رو تا الان یه ذره جمع بندی کنیم آه. آه. که شما همیشه از من میخواستین که یه وقفه ای بدیم یه ذره مرور کنیم که چیا گفتیم من دیدم این کتاب از این نظر آه. کتاب خوبه. خواهش میکنم اولین کاری که در نیمه دوم زندگی باید حتما انجامش بدیم یعنی یک اینه که بدونیم انتخاب با ماست ببینید نیمه اول زندگی معمولا تحت اقتدار نهادهای مختلفی میگذره مثل والدین مثل مدرسه نظام آموزشی و چیزهای دیگه اما نیمه دوم زندگی جایی که ما میتونیم با اقتدار بیشتری آنگونه که فکر میکنیم درسته زندگی کنیم خب باید بدونیم که هر چیزی که در درونمون انکار کنیم در نیمه دوم زندگی به صورت تقدیرمون در بیرون رخ خواهد داد این که میگم انتخاب با ماست یعنی انتخاب با ماست که آیا شجاعانه با خودمون با رنجهامون با میخوایم مواجه بشیم یا نه در انکار و جهل و فراموشی و فرافکنی زندگی رو بگذرونیم بعد بدونیم در برنامه تلویزیونی که اسمش زندگی ماست ما تنها شخصیت ثابتیم بقیه فرماندهانی هستن که میان و میرن و مسئولیت مهم اینه که اینکه برنامه چطور عذاب در بیاد یه جورایی به عهده ماست میدونید اینکه ما تعیین کنیم اینکه بدونیم انتخاب با ماست ببین آقا سعد ما من فکر می‌کنم زندگیمون دو بار آغاز میشه یک بار با تولدمونه و یک بار جایی که ما میفهمیم زندگیمون با تمام عوامل محدود کنندش به عهده ماست این جمله جیمز هادیس خیلی جمله واقع بینانه زندگیمون با تمام عوامل محدود کنندش به عهده ماست. در واقع مثل روانشناسی زرد موفقیت معتقد نیست همه مسئولیت زندگی به عهده ماست. عوامل محدود کننده ساختاری رو به رسمیت میشناسه. اما اینجا جایی رو برای عمل ما و کنش ما باز میکنه. ببینید سال‌هاست در فلسفه بحثی وجود داره در مورد مثلا جبر و اختیار خب و تا فیلسوفان قرن بیستم هم مثل سارت به این موضوع خیلی پرداختن ولی من میخوام یه جور عملگرایانه به این موضوع نگاه کنیم من میگم اصلا مهم نیست که اختیار با ماست یا نه مهم اینه که بدونیم کاربرد عملی این انتخاب در زندگی ما چیه من فکر میکنم ما باید قبول کنیم که گویا اختیار با ماست برای اینکه بتونیم زندگی کنیم حتی اگر اینطور نباشه یاد یه جمله افتادم به نظرم در واقع یه جوری همین حرف شماست نقل به مضمون میکنم که میگه که هر آدمی دو بار زندگی میکنه یک بار زندگی میکنه و زندگی دومش وقتی شروع میشه که میفهمه فقط یک بار زندگی میکنه آفرین آفر. و بعد یه نکته ای که من تکمیل حرف شما بگم این یه جورایی نگاه به مرگ که به طرز متناقضی زندگی رو غنی میکنه میدونید اینکه ما بین دو رمز و راز بزرگ یه فرصت کوتاهی برای زندگی داریم قبل از تولد و بعد از تولد دو تا راز بزرگ هن اینا یه فرصت کوتاهی که نمایشی رو به صحنه ببریم و نکته اینه که این مرگ آگاهی این تلقیح مرگ به زندگی اینکه من در هر لحظه بدونم که مرگ وجود داره و هر لحظه ممکنه این پاره خط زندگی من رو به پایان برسونه کمک میکنه من شجاعانه تر زندگی کنم این هم باز نکته مهمیه در مورد اختیار باز دوباره برگردم من میگم چه آزاد باشیم چه نباشیم ما باید به گونه ای عمل کنیم که گویی آزادیم میدونید به خاطر دستاورت عملیش البته بحث جبر اختیار بحث باحالیه به لحاظ ذهنی میدی من توی کلاس فلسفه بودم من دیدم دو جلسه استاد ما داره در مورد این بحث میکنه که جهان قدیمه یا حادثه یعنی از اول اول بوده یا از یه جایی شروع شده. و بعد میدونید باحال با بودا بحثش ولی چیزی که من فکر میکردم که کاربرد عملی این در زندگی من چیه حالا جهان قدیم یا حادثه ولی جهان هست و ما درش به انگار پرتاب شدیم میدونید در مورد جبر اختیارم به نظرم همینه دومین چیز دومین کار مهم در ظهر زندگی در بعد از ظهر زندگی اینه که بدونیم وقت اون رسیده که بزرگ بشیم من از بلوغ در واقع عاطفی و ذهنی حرف میزنم ببینید یه جورایی دعوت هایی به بزرگ شدن در روان ما در نیمه دوم زندگی خودشون نشون میده با یه چیزایی هم نشون میده مثلا آقای سعد اگه من جسمم به جایی بخوره آسیب ببینه یه فیدبکی که یه بازخوردی که میگیرم با درد دیگه یعنی من میفهمم این شعله داغه و دیگه این کار نه ولی یه بازخورد های روحی هم وجود داره که ما بهش بی توجهیم مثل افسردگی های دوره ای اگر ما دائم داریم افسردگی های دوره ای تجربه می کنیم مثل استراب اگه داریم تجربه می کنیم اگر احساس عمیق تنهایی داریم اگر خستگی مفرت جسمی و روحی داریم اگر این شکل رو داریم یعنی اینا نداهایی اینا دعوتهایی برای رجوع به درون ماست یه چیزی اینجا غلطه میدونید و به صدای این روح با توجه کرد یعنی من میگم درد جسمی بازخوردیه که جسم ما از جهان میگیره و میگه این یه چیزی اینجا خطرناکه و درد روحی یعنی سافرینگ بازخوردیه که روح ما به ما در مورد احوالات ما میده و ما در جهانی از حواسپرتی های مرگبار حتی صدای این بازخوردها رو نمیشنویم این که من میگم وقت آن رسیده که بزرگ شیم یعنی وقت اون رسیده که ارزیابی کنیم زندگیمون رو در جهان گذشته یه سری آین های گذار برای آدم ها وجود داشت اولیش ترک خانه بود نه با یه دعوت شیک نه با یه فرش قرمز گاهی با لگت گاهی با رنج گاهی با یه اتفاقی که تو فضای امن قطعیت های پیشین رو ترک کنی و بری در دنیایی که پر از ابهامه مثل خرچنگ های که مثل همون قصه که توی ادبیات فولکلوری که ما هست که مادر که حسن کچل رو به زور از خونه میندازه بیرون. بیرون بیرو. که مواجه شه درسته که کچله ولی خجالت نکشه و برو زندگی رو پیدا برید. کنه. یعنی نیمه دوم زندگی جاییه که ما باید بتونیم آسایش خانه رو ترک کنیم تا رشد کنیم. میدونید اون نیمه اولی که ما به اون امنیت خیلی وابستیم جرأت کنیم عدم قطعیت رو تاپ بیاریم. خب؟ بعد در واقع میریم جلو و در آخر با انجام نوعی کار یا آزمایش سخت به اجتماع باز میگردیم در حالی که تجربه زیسته ای روح ما رو چنان تراش داده که هدیه ای برای جمع باشیم در بازگشتمون باز فعال گوش کنیم آیا ما به این بلوغ عاطفی رسیدیم آیا خانه رو ترک کردیم آیا اون کار دشوار و بزرگ رو اون تجربه روحی سخت رو از سر گذروندیم به اینا فکر کنیم اگه انجامش ندیم اگه بذاریم دیرشه افسردگی در واقع به ما هشدار خواهد داد مهمترین پرسش اینه آقای صحت که من از آن دیگری چه چیزی میخواهم که خودم به آن رسیدگی نمیکنم سوال مهمیه وقتی در مورد بلوغ حرف میزنیم یه ای قسمتش اینه که من به جای اینکه انتظاراتم رو روی شانه های دیگران بندازم ببینم خودم مسئولیتم در زیستن این زندگی این فرصت کوتاه بین دو رمز و راز بزرگ چیه خب باز یه جمله‌ای که مثل ریتم دائم تو کتاب تکرار میشه و ما خیلی تو کتاب باز گفتیم اینه که سنگین ترین بار بر شانه های فرزندان زندگی نزیسته پدر و مادره خب حالا اینو بذاریم باز یه بار دیگه این جمله رو بخونم سوال مهم اینه مهمترین پرسش در بلوغ عاطفی اینه من از آن دیگری چه چیزی میخواهم که خودم به آن رسیدگی نمی کنم حالا اینا کنار هم اون مفهوم رو داره آرام آرام میسازه بلوغ یعنی تغییر مرکز سقل از بیرون به درون یعنی انتظارات واقع بینانه از جهان و از دیگران میدونید بلوغ یعنی بلند شیم. و بهترین کاری که میتونیم رو انجام بدیم با همه محدودیت هایی که وجود داره سوال مهم تو هر مرحله این سوال رو بپرسیم آیا من این گام دوم رو برداشتم آیا بزرگ شدم آیا بالغ شدم یا نه میدونید با این معیارهایی که در موردش حرف زدیم نکته سوم اینه که گذشته رو تعیین تکلیف کنیم در نیمه دوم زندگی سوشان ما خاطرات صبح زندگی رو با خودمون داریم این خاطرات خوبن یا بدن اتفاقاتی توش افتاده که خوشایند بوده یا نه رنج بوده یه نکته مهم تو ظهر زندگی اینه که ما بتونیم شجاعانه اینها رو تعیین تکلیف کنیم خب در موردش در واقع حرف میزنیم ببینید باز مثلا حرفم اینه که رابطه با والدین خب یه نکته مهم اینه که والدین قطعا احترامشون مسئله مهمیه ولی باید بدونیم اونا بی عیب و نقص نیستند راجبه این باز بیشتر حرف میزنیم من چیزی که تو نسل خودمون و از ما به بالا میبینم اینه که این رنجا این گسلای ارتباط با والدین خیلی خیلی تعیین تکلیف نشده باقی مونده و مثل یه باری از آدما داره توان عاطفیشون رو میگیره ما آقای ساعت تا تکلیف کنیم گذشته رو و چند راه داره یکی سودواریه خوبی مردن اینه که دیگه نمیمیریم خوبی یک بار مواجه شدن و یه سودواری تمام در مورد رنجی که رخ داده اینه که دیگه خبرهای بد دیگه هر لحظه مردن ما رو در واقع فرسوده نمیکنه دو اینکه تغییر بدیم اگه میتونیم اگه چیزی وجود داره اقدام کنیم گاهی هم نمیتونیم بپذیریم ببخشیم و این بخشیدن با پیچیده تر دیدن ماجرا و انسان هاست میدونید بدونیم که این تعیین تکلیف گذشته اگه رخ نده یه چیز تلخ بذارید بگم آقا سعد خیلی ها خب نیمه دوم زندگی نیمه از دست دادنه ببین نیمه ای که ما میبینیم یا پدر مادرمون از دست رفتن و خیلی رنج بزرگیه یا اینکه دارن از دست میرن میبینیم که پله ها رو با نفس نفس بالا میرن میبینیم که اسما رو یادشون میره همه اینها من میخوام بگم دادا اگر ما چیزی رو تعیین تکلیف نکنیم با پدر یا با مادر وقتی خدای نکرده از دستشون بدیم ویران خواهیم شد متلاشی خواهیم شد از درون تا هستن تا این تکلیف کنیم بپذیریم سوجباری کنیم تغییر بدیم ببخشیم هر کاری که لازمه ببینید تا هستن این بیعتنایی این به تعویق انداختن این کار به نظر راه حل میرسه ولی به این فکر کنیم که این صحنه همواره چیدمانش اینطور نیست خدای نکرده ممکنه شخصی قطب دیگر ماجرا و داستان از دست ما بره و ناگهان همه این رنج ها میدونید ما رو از درون جوه اگر کسی رابطه تعیین تکلیف نشده ای با پدر و مادری داشته و اونها رو از دست داده اون میدونه من چی میگم یعنی میدونه این چقدر مهمه و این هم یه نکته ببینید چهار اقتدار شخصی خود رو باز پس بگیریم اقتدار شخصیمون رو دوباره پس بگیریم یه تعریفی کتاب از شجاعت میده که درخشانه شجاعت تعریفش از نظر جیمز هالیس اینه نترسیدن از خود میگه از خودمون نترسیم این اولین گام شجاعته و بعد عجیبه بیشتر بازش میکنیم میگه ما یاد میگیریم تو فرایند کودکی که قدرتهای درونیمون رو انکار کنیم یا حتی ازش بترسیم میدونید با وقتی کودکی ممکن قدرت های درونده ده مثل بحث سمت راست مغز ها یه کودکی که قدرتش تخیل قدرتش ارتباطه ولی انقدر محیط بهش حمله میکنه که یاد میگیره اینا رو اصلا قایمش کنه اینا چیزی نیست که محیط بهش بنس بده پاداش بده یه بار دیگه تعریف شجاعت نترسیدن از خود نیمه دوم زندگی جاییه که ما باید ارزیابی کنیم کدام قدرت های ما در صبح زندگی سرکوب شده، سانسور شده و تحریف شده. اونا رو باید یاد بگیریم که کدومشه. خیلی مهمه. و بسیار من تو مدرسه میبینم که خیلی از این اتفاقو جایی که اقتدار شخصیمون رو بتونیم پس بگیریم. آی سعد اینجا یه ظرافت جالبی تو بحث داره. و اون اینه که به نظر من ایثار دو گونه میتونه باشه. یا فضیلت باشه ایثار جایی که ما قدرت شخصیمون رو بخشیش رو ازش صرف نظر میکنیم تا کاری بزرگ انجام بدیم یا رزیلت میتونه باشه مرز بین این دوتا فقط اختیاره. فقط بذارید مثال واضح بزنم یعنی چی مثلا فکر کنید یه نفر توی رابطه عاطفی توی ازدواجیه که براش ایدئال نیست خب داره زندگی میکنه و تصمیم گرفته که توی این زندگی بمونه در واقع داره ایثار میکنه خب اصلا این کار ممکنه کار عالی باشه یا نباشه یه چیز اینو معلوم میکنه که آیا با اختیار خودش تو اون زندگی مونده یا به خاطر اجبار مونده ایثار جای معنی پیدا میکنه که من بتونم ایثار نکنم و انتخاب کنم که ایثار من کنم. میخوام یه چیزی اضافه کنم بهیدر. اگر اجازه بدید خیلی تو ذهن من ایثار اینه که در مقابل بخشندگی که انجام میدی در مقابل کمکی که میکنی در مقابل لطفی که میکنی در مقابل ایثارت توقعی نداشته باشی درسته و انتخاب کرده باشی مجبور ده. نباشی یعنی نخواهی که حالا در مقابل آره. و اگه پس نگرفتی اذیت آره. نشی چون قبلش تعیین تکلیف کرده باشی که من بنا به دلایلی مثلا نگهداری از پدر و مادر خب با خیلی ها تو نیمه دوم عمر این کارو میکنن و قصه خب واقعا سختیه براشون. به نکته اینه که اگه بقیه خواهر برادر این کارو نمیکنن آیا ما داریم ایثار میکنیم نگهداری انجام میدیم اما نکته اینه که آیا این انتخاب روی اختیار ماست و آیا دنبال اینیم که دیگران ما رو همونجوری که شما گفتید تحسین کنن به ما پاداش بدن این ایثار یا حتما از بچه همون توقع داشته که اونم که حالا برای ما این کارو بکنه آره. آره و بعد قصه که چرا در یه بعد نشون بدیم که من میتونم این کارو نکنم اما انتخاب کردم که انجامش برای اینکه خودم خوشحالم که این بره. کارو میکنم بیشترین انرژی عاطفی از آدما از همه ارگانیسم های زنده اینجا سوخته میشه اینجا گرفته میشه که اونا در اجبار انگار گوشه ای مجبورن کاریو بکنن یکی از دوستان من میگه وقتی که به یه متکدی به کسی که کنار خیابون کمکی میخواد تو یه پولی میدی بعد اصلا این داشته که کمک کردم خودت رو خوشحال کرد بله دقیقا دقیقاً. نکته خیلی درستی پنج اصلاحات رو شروع کنید توضیحش نمیدم چون واضحه یه سوال فکر کنیم شما به چه اصلاحاتی نیاز دارید خیلی سوال مهمه به خدا تو این کشور اگه ده میلیون نفر این سوال از خودشون بپرسن خیلی چیزا حل میشه اه آه من اه به چه اصلاحاتی شکوری عزیز دیروز پیروز تو فضای مجازی اه، یه اه، کاغذ در واقع باز نشد که مرحوم نادر ابراهیمی خدا واقعا خدا بیامرزه با خط بسیار خوبی که دارن کاش اصلا میشد که اینو یه عکس بگیریم چون خط خیلی خانای عجیب غریب برای خودشون عادت داشتن آقای ابراهیمی که کارهایی که میخواستن بکنن و مینوشتن و میزدن که ببینن این خیلی برای من تأثیر گذار بود با اون خط و اجازه میدین بخونمش یه لحظه اگه آره من اینو و اگه آقای بذارن توی صفحه که اصلا همه ببیننش نوشتن جناب نادر ابراهیمی خیلی خیلی تصویر عجیبیه ببینید همین جام ببینید چقدر جالب عجب خطی بره. آره آره نوشتن آخرین سال و آخرین فرصت برای خودسازی آخرین سال و آخرین فرصت برای خودسازی یک آهسته حرف بزن بسیار آهسته دو و کم بسیار کم حرف بزن در حد ضرورت واقعی در حد ضروریات واقعی سه و کم کم به کمترین مقدار ممکن بخور تا رسیدن به عادت تا رسیدن به عادت مسلط کمخوری دائما. چهار گرسنه باش و در پرهیز کامل از نمک چربی شیرینی سرخ کردنی ها برنج و سپس نان و شکر پنج مطلقا وقت کشی نکن مطلقا شش در رفتار با افراد خانواده به خصوص همسر فوقلاده باش فوقلاده مهربان و صبور. هفت سرف جو سرف جو در حدی کاملا محسوس و عالی سرف جو هشت. تمیز تمیز به حد افراد نو. و به حد کشندهی بنویس عجب چیز جالبی بود این ببین این که اولش نوشتن آخرین سال و آخرین فرصت برای خودسازی, خودسازی. این دوباره به خودسازی مرگ به دقیقا. اصلا آقای سعد مردی که یک آشغانه آرامو می نویسه یا مردی در تبعید عبدیو می نویسه حالا ما تازه می فهمیم پشت چه خبره یعنی چطور زندگی میکنه چطور به اصلاحات در خودش دست میزنه که اینو میتونه تولید کنه فکر میکنن سال آخر سال زندگیش دقیقا بی نظیر بود بپرسیم به چه اصلاحاتی نیاز داریم هر کدوم ما مشتبا سروش همه ما خیلی سوال مهمیه شیش از زیر سایه والدین بیرون بیایید از زیر سایه والدین بیرون بیاید. نیمه دوم زندگی جاییه که ما باید اینو با تذکر بشنویم مال نیمه دومه یه وقت بچه های 17 18 ساله نگن ما میخوایم از زیر چون لازمه من به عنوان معلم میگم که ما تا جایی اتفاقا زیر سایهشون باشیم از نیمه دوم باید بیایم بیرون خب والدین خدا نیستند هر چند مقتدر به نظر میرسن والدین قول چراغ جادو نیستن هرچند جسمشون خیلی بزرگه والدین همه چیزدان دان نیستن هرچند ما فکر میکنیم ذهن ما رو میخونن میدونید والدین انسانهایی هستند عادی با تاریخچه ای که اغلب ما از اون بیخبریم الان اگه کنارتونن یه نگاه بهشون بکنید دارن میخواد چون خودشون میدونن چی کار کردن میدونید. میخوام بگم این والدین محترمن عزیزن ولی مقدس و بیعیب و نقص و معصوم نیستن خب نیمه دوم زندگی جایی که ما باید بتونیم از زیر این سایه آرام آرام بیایم بیرون یعنی چی یعنی میگه وقتی والدین یکی از کارهایی که باید حتما تو این بازسازی رابطه انجام بدیم اینه که وقتی والدین خودشون شهامت روبرو شدن با چیزی رو نداشتن اون چیز به صورت یه سقف شیشه ای بالا سر کودک باقی میمونه که یا باید انعکاس تصویر خودش رو تو اون تصویر ببینه یعنی اون بشه یا برای شکستن اون سقف شیشه ای خیلی باید انرژی صرف کنه خیلی بعد، نکته بعدی نکته هفت اگه والدینیم تا حد امکان فرزندانمون رو از تحت سیطرمون رها کنیم در نیمه دوم عمر خیلی اینو گفتم باز میگم بزرگترین ایثاری که یه پدر یا یه مادر برای فرزندش میتونه بکنه اینه که او رو یتیم کنه قبل از اینکه واقعا یتیم بشه خیلی مهمه او رو آماده ورود به جهانه در واقع بیرون بکن این خیلی ایثاره من میگم آقای سردختی مادر دست بچهش رو گرفته راه میبره اولین قدم ها تا وقتی گرفته که ایثاری نمیکنه حواسش هست وقتی رها میکنه قلب مادر زیر پاهای کودک میتپه نخوره ز... نکنه نکنه زمین بخوره نکنه زانوهای کوچکش مجروح شه یه پدر مادر از ما پرسیدن که چیکار کار میتونیم بکنیم که بچه‌مون ناامید نشه هیچ وقت نگفتم هیچ کاری نمیتونین بکنیم بچه‌تون ناامید میشه جایی در زندگی عاشق میشه قلبش میشتنه فقط نکته اینه که بدونیم همه ما به دیوار میخوریم اما نکته مهم اینه که آیا بلدیم بعد از خوردن به دیوار خودمون رو سرپا کنیم چیزی که شخصیت یک انسان رو میسازه این نیست که به دیوار نخوره جهان پر از دیواره هر چه قدم که مواظبت کنیم موضوع کاریه که ما بعد از خوردن به دیوار انجام میدیم و سوال مهم آیا فرزندانمون رو آماده کردیم برای این دیوارها یا نه چطور آماده کنیم با رها کردنشون با امکان تجربه جهان رو براشون مهیا کردن نکته بعدی متعهد شوید که خود را از تکرار بی اختیار آزاد کنید این هشتمیه تکرار بی اختیار یعنی چی مثلا شرم میدونید در موردش حرف زدیم که یه سازه اجتماعی فرهنگی و ما رو توی تکرار بی اختیار میندازه بدونیم اینا چیه اینا چیه که داره ما رو سازه؟ یه جمله بخونم از خود هالیس میگه آنچه چه بینیم، یعنی اون چیزی که مشتوا داره رفتار میکنه جبرانی است برای آن چیزی که نمیبینیم یعنی زخمای ما هر چقدر ما بتونیم مرئی کنیم ریشه های رفتار رو و بشناسیم اون وقت آنچه که به صحنه میبریم آنچه که انجام میدیم عاقلانهتر تر هوشمندانه تر و موثرتر خیلی تر از کارها رو با یک عادت معلوفی بدون فکر کردن انجام میدیم درست و بعد وقتش که گاهی وقت بگیم شاید اصلا احتیاج نیست ما این اصلا شاید یه جور دیگه باید آه. چرا یه عمره داریم این کار تکرار میکنیم و هیچ وقت بهش فکر نکردیم و آره چرا انتظار داریم نتیجه متفاوتی بگیریم وقتی دائمون ورودی رو داریم میدیم به دنیا میدونید نیمه دوم عمر جاییه که ما باید ریتم زندگی رو کند کنیم و ببینیم واقعا ما توی تکرار بی اختیار نیفتادیم یه برنامه درباره تولستوی داشتیم در کتاب آره باز اتناف. و, صحبت شد که تولستوی بعد از هشتاد سالگی یه بار سوار قطار میشه و میگه میخوام برم به سمت جایی ناشناخته سه روز بعدش هم از قطار پیاده میشه و از بین میره بلده. ولی این آرزوی همیشه رو که دائم گذاشته بوده برای بعد برای بعد برای بعد برای بعد, بالاخره میره به سمتش بالاخره انجامش میده دقیقا 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 نو به وظیفه خود بازگردید افلاتون تو تعریف ایجوکیشن تحصیل میگه ایجوکیت اصلا ریشهش یعنی به یاد اووردن همه ما استعدادی داریم موهبتی داریم اون سی و چهار تا هوش چیزی داریم که ویژه است همه ما نابغه به سبک خودمون وظیفمون رو نبوغمون رو دوباره به یاد بیاریم شاید شرایط کار اقتصاد مشکل مدرسه خانواده زندگی نزیسته والدین اومده اینها رو لایه لایه پنهان کرده نیمه دوم اوم جایی که باید کنار بزنیم این رو ممکنه یکی بگی آقا من خیلی درگیرم دارم برای کار برای روشن نگه داشتن چراغ میجنگم و و و من میخوام بگم آیا در ماه سه ساعت وقت نداری که برای اون موهبتی که داری وقت بذاری هممون داریم این وقت در انجامش نمیدیم ده مسیر رشد رو انتخاب کنیم واضحه توضیحش نمیدیم فقط بدونیم که دوچار شدن به ترس این جهان طبیعیه اون کسی که نمیترسه روان پریشه وقتی مسیر رشد رو عدم قطعیت رو شروع میکنیم طی کنیم، قرار بترسیم قرار مسترب شیم این بهای رشده ازش نترسیم ده چه هدیه ای رو از جهان دریق کردیم باز ارجاع داره به همون استعدادی که راجبش حرف می زدم باز ارجاع داره به کینتسوگی به اون زخمایی که ازش نور میتابه میدونید اینطور خانشش کنیم نکته بعد الگوهای قدیمی و تکراری نگاه به جهان رو ببینیم آقا سعد ما بر اساس صبح زندگی قصه ای که به اون گذشته هر کدوم با یه عینکی دنیا رو میبینیم خب این چیزهای مختلفه یه عینک ممکنی باشه که همه تهدیدن من دوستی دارم که ما قبل کرونا هر وقت می‌خواستیم سفر بریم مثلا بریم گیلانی جایی می‌خواستیم یه خونه ای اجاره کنیم ویلایی بگیریم اولین کاری که می‌کرد فاصله درمونگاه یا خانه‌های بهداشت رو با اون ویلا چک می‌کرد که ببینه اگه یکی حالش بد شد اگه بچه اتفاق بدی یعنی ذهنشو ببینید در چشمان او جهان فقط تهدیده این در واقع یه الگوی تکراری نگاه به جهانه باید خداگاهش کنیم یه الگوی دیگه من مسئول همه چیزمه بعضی رو تحت تاثیر این فشارن من بهتر میفهمم دیگران بهتر میفهمن از ارزش من مشروطه این نگاه رو در بیاریم نیمه دوم زندگی با خداگاه کردن این نگاه این الگوهای تکراری میتونه خیلی ما رو وسعت بده تصویر بزرگتر شما کدام است سیزدهم. خب یعنی منظورم این که فارق از روزمرگی هایی که انجام میدیم اگر از بالا اون رد پایی که بعد از مرگ میخوایم از ما باقی بمونه چیه؟ خب بهش فکر کنیم و آبی دور دست و آبی دور دست ما دقیقا آبی دور دست ما چیه؟ بهش فکر کنیم چارده معنا رو به خوشحالی ترجیح بدید معنا رو به خوشحالی ترجیح بدید راجع به یودایمونیا حرف زدیم اینکه گاهی مؤثرترین و بهترین و با کیفیت ترین زندگی هایی که زیسته شده در تاریخ جهان زندگی هایی بوده که رنج بخشیش بوده آقای صحت عزیزم میخوام بگم که ارزیابی زندگی با معیار لذت های جسمی فقط با این معیار واقعا ارزیابی کوتاه بینانه ایه. میدونید یه بار دیگه معنا رو به خوشحالی ترجیح بدیم اینطور به شادی پایدار هم میرسیم خب این هم نکته مهمیه 15 از اجازه گرفتن برای اینکه خودمون باشیم دست برداریم فقط به جمله بسنده کنم که کتاب اعترافات جان جاک روسو با این جمله شروع میشه که انسان آزاد آفریده شد ولی همه جا در بند است تا حد امکان این بند رو تو نیمه دوم زندگی اصلا روست روزتون کتاب میگه من این اعترافات رو نوشتم برای همین بله. که خودمو اوریان و برهنه در پیشگاه نظر شما بذارم نشوند. که قضاوت رو بگیرم ازتون در واقع بله. بگم من اینم با بله. تمام اتفاقا تاکید میکنه با تمام محسنات و زعفام بله. و بعد میگه که کدومتون میتونیم این کارو بکنیم واقعا واقع. و این قدم رشده یه ویدیوی از آقای کیارستمی میدیدم که میگفت بی آبرویی مهمترین قدم برای رشده ما از آبرو می این مولانا چطور مولانا میشه از ننگ مگویی که مرا نام زننگ دوست. دقیقا دقیقا و این اینا بنداییه که جالب ما وقتی سنمون خیلی به هیچ جا وسنم دیدین سالمندان چقدر راحت ترن با خودشون و با دنیا تو ظاهر تو رفتار تو ما میتونیم زودتر این رو بفهمیم که اون آدمایی که از قضاوتشون میترسیم اگر یک دندان درد ساده داشته باشن از مرگ ما این موضوع برشون مهمتره نترسیم نیمه دوم زندگی جاییه که ما شجاعت زیستن رو میتونیم تو زندگیمون پیدا کنیم ارواح گذشته که شما را به بند میکشن دور کنید باز میمی می ریتم دیگه همون کامپلکس ها همون چیزهایی که گفتیم به بخش های دوست نداشتنی خود عشق بورزیم میدونید سایه یعنی اینکه هیچ چیز انسان بودن برای ما نباید بیگانه باشه اینکه من بخش دوست نداشتنی مشتوا رو بشناسم به معنی سهه گذاشتن بر اونا نیستا به معنی اینکه بشناسمش که بتونم کنترلش کنم میدونید از خودمون بپرسیم بعد از این برنامه از دوروبریامون بپرسیم کدوم خصلت شخصیتی من باعث شبیه یک مانع شده برای شما من کجا دارم شما رو آزار میدم اون بخش دوست نداشتنیمون رو بشناسیم چقدر سوال شجاعانه ایه اگر در یه تعداد کمی حتی خانه امشب این سوال پرسیده شه چه اتفاقاتی میتونه بیفته بعدش خیلی مهمه سروش جان به که بعدش فکرام بکنیم دید. آره آره شروع زندگی. دقیقاً دقیقاً تفاوت میان شغل وظیفه و رسالت رو میدونی شست. از چی ترسیده از اینکه ما خیلی وقتا یه سر چیزا تازه میشه سپرمون ام. یه دفعه دیگه هم صحبت کردیم مثلا میگیم آه. نقطه ضعف من اینه که حسودم ما. و حالا با این جمله به خودمون اجازه حسادت میدیم نه, نه اینطور نیست نه. نه این سپر نه. وقتی نه فهم... گذاشتم آره وقتی فهمیدی تعبیلش. نقطه ضعف دینه که حسودی خب حسود نباش. نباش. دیگه تو این, این جمله باعث نمیشه آه. که بگیم من به همه بهم میگن حسود خب درست پس پس بدون که نبرد دادا نباش آره. آره دقیقا. دقیقا اصلا به معنی سه گذاشتن آره. نیست برای به معنی اینه که ما توانمون رو صرف تغییرش کنیم نکته بعدی حالا رسیدیم دیگه به آخر بحث اینه که یک معنویت بالغ بسازید من اینجا یه بیشتر توضیح بدم معنویت بالغ یعنی چی منظور اون چیه ببینید من من با این عقل ناقصی که دارم به عنوان یه دانشجو اختیار. چیزی که از کتابای شهید مطهری به عنوان معیار فهمیدم اینی که الهیاتی که پرسشگری درش نباشه الهیات نیست یه چیز دیگه است یعنی ماجرا اینه که معنویت بالغ با پرسشگری آغاز میشه اگه سیره تمام بزرگان معنوی جهان رو دین خودمون و همه ادیان رو بخونیم میبینیم هسته مرکزیش ارتباط گفتگو و پرسشگریه ایمان به موجب هیچ بخشنامه ای در هیچ جامعه ای جاری نمیشه ایمان جایی جوانه میزنه که آدم ها بتونن بپرسن بتونن بگن بتونن بشنون میدونید خیلی نکته مهمی آقا سعد معنویت بالغ یعنی ما در زمانه هستیم که دو تا تیف داره قطعیتهای خطرناکی میسازه یکی مادیگراییه یکی بنیادگراییه و هر وقت اینستاگرام رو باز میکنید یه آقای کوچهرواری هست که میگه سلام اگه میخواد سرمایتون 15 برابر شه این لینک رو بکشید بالا و میدین بعد ما دیگرایی بسیار خشن ارزش گذاری آدما بر اساس چیز ماشینیه که سوار میشه و از اون ور بنیاد که اطرافمون زیاد میبینیم یک معنویت بالغ جایی میان این دوتاست که به سمت هیچ کدام نلغزه میدونید این خیلی مهمه خیلی معنویت بالغ یعنی اینکه ما بدونیم چیزی بیش از حیوانات اقتصادیم و اختیار و پرسش بخش مهمی از درک ما از هستیه بریم سراغ اینکه آخرین نکته رو بگم یه چیزی که میگه در نیمه دوم زندگی اینه که تفاوت میان شغل وظیفه و رسالت رو بشناسیم اینا با هم فرق میکنن شغل کاریه که ما معاش روزانهمون رو باش کسب میکنیم اما وظیفه جاییه که ما یک خدمتی به دیگران انجام میدیم و رسالت هدیه ما به جهانه مثال بزنم من معلمم شغلم اینه که یه ساعتی قبل از کرونا حالا برم سر کلاس بیام وظیفم اینه که یه چیزی رو در بچه ها تولید کنم و رسالت هم به جهان اینه که آدمهایی رو بتونم در واقع روشون اثر بذارم که در بعد از من بعد از مرگ من اینا بتونن زندگی بهتری داشته باشن میدونین شغل سا. اینا میتونه با هم فرق کنه ما خیلی تو جهان مدرن درگیر شغلیم وظیفه ما چیه؟ رسالت ما چیه؟ و خوشبختترین آدم های جهان اونهایی که شغل و رسالت و وظیفهشون یکیه میدونید اگه اون باشه که اصلا خیلی لذت بخش میشه زندگی من سعی کردم مستخونبندی اصلی کتاب رو بگم در واقع شاید 21 هم نگفتم و میخوام آخرش یه قسمتی یه پاراگرافی از کتاب بخونم و تمومش کنم دست شما سوالم میکنین از بیرون آره آره حتما حتما اونجایی که در مورد والدین رابطه ها حرف زدم یه قسمتی از کتاب یه متن خوبی داره که دوست داشتم بخونمش میگه که به فرزندان خود بگویند یعنی والدین رشد یافته تو هر که هستی فوق ای تو اینجایی تا جایی که میتوانی خودت باشی همیشه انتخاب را تو سبک سنگین کنزی را بر دیگران تاثیر میگذارند اما تو اینجایی تا سفر خودت را زندگی کنی نه سفر فرد دیگری را و قطعا نه سفر من را من دارم سفر خودم را زندگی میکنم تا تو مجبور نباشی نگران من باشی وای که اگه این میدونید این جمله من دارم اگه یه پدر مادر این کارو بکنن تمام کردن لطف رو در حق بچه هاشون که زندگیشون رو زندگی کنن میدونید یه بار دیگه بخونمش خیلی خوبه میگه من دارم سفر خودم را زندگی میکنم تا تو مجبور نباشی نگران من باشی تو در درونت منبعی قدرتمند داری نامش را غریزه بگذار یا شهود یا معرفت به آن خدمت کن به آن احترام بگذار نسبت به خودت و دیگران سخاوتمند باش اما همیشه با آنچه برایت مناسب و درست است زندگی کن زندگی واقعا ساده است اگر کاری را انجام دهی که برایت مناسب و درست است برای تو و دیگران مناسب و درست است اگر کاری را انجام دهی که برایت نامناسبه برای دیگران هم همینطوره بدان که شاید همیشه با هم توافق نداشته باشیم و اشکالی هم ندارد زیرا ما دو تا آدم متفاوت هستیم نه شبیه همیشه بدان که من صرف نظر از انتخابهایت برایت ارزش و احترام قائلم و تو همیشه در اینجا افرادی را خواهی یافت در این خانه که دوستت دارند و به تو اهمیت عالی بود آقا صد من باورم اینه که این پیام میتونه جهان رو تغییر بده برای اینکه تغییر جهان از تغییر خانه خود آدم حتی از خانه هم نه از فرد دقیقا این ما فقط کافیه خودمون رو بهتر کنیم جهان داره جای بهتر, بهتر. سوالم بفرستم طولانی اگه... شد ببخشید اونوارم از بخش قبلی یا بعدی کم نشه سوال اینه اگه خدایی نکرده اگه زبون من لال الان از دنیا بریم همین الان که در واقع داریم میشنویم بزرگترین حسرتمون در زندگی چیست شما خودتون بزرگترین حسرتتون چیه من من ننوشتم کم نوشتم اینه من خیلی دنبال یه فراغتی بودم زندگی نذاشته که بتونم بشینم و بنویسم شاید اینی که کتابی از من به یادگار نمونده یه حسرت دیگه اینه که پدر مادرمو کم دیدم واقعا حسرته آدمایی که دوستشون داشتم و کم تونستم ببینم این حسرت من بسیار ممنونم شما دوست دارین بگی خودتون حالا هر دفعه من گفتم این دفعه شما گفتید <تصفح> <تصفح> اتحان سریع پرسیدم و <تصفح> آره سود <تصفح> <تصفح> خیلی ممنون خیلی بنویسن برای اون حتما بله منم بهتون میگم بگید آره نه آها بعد, برنامه نه بخواینم الان میگم جدید الان جدی الان آره آخه من خیلی حسرت ندارم چقدر خوب زندگی کردی خیلی سر دلم میخواد خیلی چیزا ولی من آدم خوششانسی بودم و بیشتر از استحقاقم به دست آوردم من هم اینو دارم من هم احساس میکنم بیشتر از استحقاقم بود امیدوارم همه به استحقاقشون حداقل برسن آقا صد ما آدم های خوششانسی هستیم که اینجا میشینیم بله. حرف میزنیم بله. و،, و, این فقط به, به خدا توازن نمیکنم به منزله توانایی من نیست که من اینجا <applause> خیلی متشکرم <applause> خیلی خیلی ممنونم